اتلتیکو 2 سوسیداد 1، چیزی با قهرمانی نمانده. جلسه سرنوشت ساز، آیا کومان با بارسا ادامه می دهد؟ تنیش در رختکن رئال، چرا نام مارسلو در فهرست جدید زیدان نیست؟ طعنه سنگین لوانته به سه باشگاه صدر جدول لالیگا، رکورد پرواز رونالدو شکسته شد. تنبیه سخت بارسا، رئال و یوونتوس در صورت عدم کنارگیری از سوپرلیگ. اتلتیکو مادرید با پیروزی 2-1 مقابل سوسیداد یک گام دیگر به قهرمانی در رقابت‌های این فصل لالیگا نزدیک‌تر شد. شاگردان دیگو سیمونا که بالاتر از بارسا و رئال در صدر جدول لالیگا قرار دارند، با پیروزی در دیدار امشب 80 امتیازی شدند تا با خیال راحت در انتظار دو هفته پایانی باشند. بازیکنان اتلتیکو مادرید برای رسیدن به گل در دیدار امشب تنها 16 دقیقه منتظر ماندند و روی پاس مارکوس یورنته با پشت مدافعان سوسیداد بود که یان کاراسکو کار را تمام کرد. تنها 12 دقیقه بعد روی تیزهوشی لوئیس سوارز و پاس در عمق او این آنخل کوریا بود که اختلاف را دو برابر کرد. در نیمه دوم سوسیداد نمایش بهتری داشت و سرانجام در دقیقه 83 یک از گل‌های خورده را توسط ایگور سولبدیا جبران کرد، اما در نهایت این اتلتیکو بود که با نتیجه 2-1 پیروز شد و 3 امتیاز این دیدار حساس را به دست آورد. شاگردان سیمونه در دو دیدار باقی مانده باید به مساف اوساسونا و رئال وایادولید بروند، تیم‌هایی که به ترتیب در رتبه‌های 11 و 18 جدول لالیگا قرار دارند. بارسا که با 76 امتیاز دوم است با سلتا ویگو و ایبار روبرو خواهد شد و رئال مادرید هم با 75 امتیاز 3 دیدار پیش رو دارد، گرانادا، بیلبائو و ویارئال. سایت گل از دلیل غیبت مارسلو در فهرست جدید رئال برای جدال با گرانادا پرده برداشته است. وبسایت گل مدعی است که در تمرین امروز رئال مادرید قبل از دیدار با گرانادا در هفته‌های حساس لالیگا میان زیندین زیدان و بازیکن قدیمی تیم مارسلو درگیری لفظی رخ داده و همین موضوع باعث شده تا سرمربی فرانسوی در این مقطع حساس فصل و با وجودی که شدیداً به وی نیاز دارد او را از فهرست تیمش برای دیدار با گرانادا خط بزند. طبق این گزارش اختلاف نظر شاگرد و استاد بر سر خط دفاع و مخصوصا جناح چپ رئال بوده که این ماجرا در نهایت به تنش میان دو کشیده شده است. ظاهرا مارسلو معتقدند که زیندین زیدان با بازیکنان فرانسوی میانه بهتری دارد و از روزی که مندی به رئال آمده مارسلو بیشتر نیمکت نشین است تا بازیکن اصلی در ترکیب. مارسلو در حالی از فهرست رئال برای جدال با گرانادا خط خورده که مندی نیز به دلیل مصدومیت فصل را از دست داده و زیدان دست به دامان بازیکن جوان کمی کاسیا گوتیرس شده است. بر اساس گزارش ها قرار است فردا جلسه بین خوان لاپورتا و رونالد کومان برگزار شود. بارسلونا در این فصل هم نتوانسته انتظارات مورد نظر را برآورده کند و در واقع میتوان گفت که روی کار آمدن رونالد کومان نیز تغییر چندانی در نتایج بلاگرانا ایجاد نکرده است. اگرچه آنها اخیراً به مقام قهرمانی کوپا دلی دست یافتند، اما در لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا انتظارات برآورده نشده است. بارسلونا بامداد دیروز در حالی که دو بار از حریف خود یعنی لوانته پیش افتاده بود، نهایتاً با تساوی 3-3 متوقف شد تا دو امتیاز حساس دیگر را در کرسی قهرمانی لالیگا از دست بدهد. در واقع میتوان گفت با این تساوی حالا شاگردان رونالد کومان دیگر از شانس زیادی برای فتح لالیگا در این فصل برخوردار نیستند. بعد از توقف بارسلونا مقابل لوانته انتقادات از رونالد کومان به اوج خود رسیده و تا ساعات اخیر رسانه‌های کاتالونیایی مدعی شدند که احتمال قطع همکاری باشگاه و سرمربی هلندی وجود دارد. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که خوان لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا نیز به شدت از نتایج کسب شدن ناامید و عصبانی است. در همین ارتباط در گزارش شبکه 3 مدعی شده که کومان و لاپورتا قرار است جلسه‌ای با یکدیگر برگزار کند که تا رئیس بارسلونا از سرمربی این تیم درباره نتایج ضعیف کسب شده توضیح بخواهد و شاید در این جلسه مهم پیرامون آینده نیز تصمیم گیری شود. بازیکن میلان رکورد پرش کریستیانو رونالدو را جابجا کرده است. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی یوونتوس عادت دارد که رکوردها را بشکند،
اما گاهی هم ممکن است که دیگران رکوردهایش را بشکنند. حالا اما یک مدافع میانی توانسته است یکی از رکوردهای رونالدو را برباید. فیکایو توموری بازیکن است که در بازی اخیر میان میلان و یوونتوس این کار را کرده است. کریستیانو رونالدو فصل گذشته در بازی یوونتوس و سمتوریا بلندترین ضربه سر تاریخ لیگ ایتالیا را با پریشی به ارتفاع 2.5 متر به ثمر رساند که تصویر وی و ارتفاعی که نسبت به مدافع حریف داشت با بازتابی زیادی مواجه شد. اما توموری توانسته از او سبقت بگیرد. در حقیقت گل سوم میلان مقابل یوونتوس روی ارسال هاکان چالهان اوغلو و با ضربه سر این مدافع قرضی چلسی به ثمر رسید که برای ضربه خود 2.62 متر پرید تا یک گل فوق العاده را به ثمر برساند. در حقیقت توموری حالا بلندترین ضربه سر تاریخ لیگ ایتالیا را زده است. یوونتوس با شکست مقابل میلان شرایط بغرنجی دارد. حالا آنها بر رده پنجم نزول کردند و نه تنها برخلاف سالهای اخیر قهرمان ایتالیا نمی شوند، بلکه خطر از دست دادن سهمیه چمپیونز لیگ را نیز حس می کنند. مسئله ای که می تواند به یک بحران بزرگ برای بیانکونری ها تبدیل شود. لوانته پس از گرفتن تساوی مقابل بارسلونا با انتشار تصویری از مسی به سه باشگاه صدر جدولی طعنه زد. لوانته در آخرین بازی لالیگایی خود دیشب در مساف با بارسلونا قرار گرفت و سرانجام 3-3 مساوی کرد. ضمن اینکه پس از این دیدار رسانه ها بر بارسا تاختند، ولی لوانته با کسب یک امتیاز خانگی از بارسا اما خود در صفحه رسمی اش چنین نوشت: طبیعی است که آنها ما را به سوپر لیگ دعوت نمی کنند. این پست طعنه به سه باشگاه صدر جدولی اتلتیکو مادرید، رئال مادرید و بارسلونا که از بنیانگذاران سوپرلیگ اروپا محسوب می شدند بود. لوانته این پست را پس از آن نشر کرد که توانسته در این فصل از هر سه تیم 8 امتیاز کسب نماید. لوانته در 3 جانوری 2020 میزبانش رئال مادرید را با نتیجه 2-1 شکست داد و سپس در تقابل با اتلتیکو مادرید در عبد فیبرواری 2021 موفقه به تساوی 1-1 رسید و در 20 فیبرواری 2021 اما در رواندا متروپولیتانو 2-0 برنده شد. این تیم که در 14 دسامبر 2020 در نیمکم 1-0 باخته بودند اما در آخرین مسافشان با بارسلونا 3-3 مساوی گرفتند. لوانته در این فصل از مجموع 6 دیدارش با 3 تیم بزرگ اسپانیایی توانسته 8 امتیاز کسب نماید. 3 باشگاه رئال مادرید، بارسلونا و یوونتوس به خاطر حمایت از پروژه سوپرلیگ و کنارگیری نکردن از این تورنمنت شاید با تنبیه شدیدی از جانب یوفا مواجه شوند. حالا یوفا در بیانیه ای اعلام کرده است که پرونده انضباطی این سه باشگاه باز شده است. جفرن رئیس یوفا پیش از این اعلام کرده بود که 9 باشگاه دیگری که از این پروژه انصراف داده بودند بخشیده شدند و به جز جریمه نقدی با تنبیه دیگری مواجه نمی‌شوند. طبق گزارش ها گفته می شود که رئال مادرید، بارسلونا و یوونتوس 2 فصل دیگر از حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا محروم خواهد شد، مگر آنکه هرچی سریع تر از سوپر لیگ خارج شوند و شرایط یوفا را قبول کنند. این سه باشگاه چند روز پیش با انتشار بیانیه ای برای ماندن خود در سوپر لیگ تاکید کردند. یوفا در بیانیه خود نوشته است که بر اساس بندی اول ماده 34 قوانین کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته نظارت انضباطی، تحقیقات را در مورد شکستن قوانین انضباطی یوفا از جانب رئال مادرید، بارسلونا و یوونتوس با شروع پروژه تحت نام سوپر لیگ آغاز شده است. این سازمان اعلام کرده است که در آینده جزئیات بیشتری را در مورد روند تحقیقات ارائه خواهد داد. یوفا با این بیانیه به فشارهایش علیه این سه باشگاه در نظر داشتند تورنمنتی را که به جای جایگزین لیگ قهرمانان اروپا آغاز کنند را افزایش داده است. این در حالی است که این سه باشگاه مدعی هستند بر اساس حکم دادگاه شعبه 17 شهر مادرید هر گونه تنبیه علیه 12 باشگاه حاضر در سوپر لیگ غیر قانونی و غیر قابل اجرا است.